مجسمه مرحوم تختی وسط شهر ایزه که مسئولان شهر تصمیم میگیرن اونو رنگ کنن. قبلن والا دوبنداش، الان بیرم شلوار کنه پا. شلوار پاش کردن؟ آقای شهردار چرا؟ از آنجایی که رنگامیزی به صورت حرفه‌ای صورت نگرفته، همه تندیس به یک شکل یا به یک رنگ در اومده. حالا جواب برخی مردمو چی میدی؟ آیا تمام مشکلات شهر ما همین رنگامیزی تندیسه؟ خب رنگ مجسمه مشکلی برای شهر ایجاد کرده بود که شما خواستید اینجوری حل مشکل کنی؟ دکتر در لبنان. خانم رایس وزیر خارجه آمریکا بود، اومد لبنان. بعد عجله داشت، میگفت خاورمیانه در حال زایمان هست. البته شاید به خاطر این بود که خودش تجربه زایمان نداشت، عجله کرد. اون یکی به قول دکتر چون تجربه زایمان نداشت اون حرفا رو میزد و این یکی شاید چون خیلی تجربه داره این حرفا رو میزنه. ما در شمال شهر تهران مخصوصا نصیری خبرنگار واحد مرکزی خبر از رئیس شورای شهر تهران میپرسه مهندس این ساخت و سازهای بالاتر از محدوده 1800 متر مگه ممنوع نیست؟ بالای 1800 که به هیچ وجه نباید بسازن، یک متر این طرف اون طرف نداره. اگر کسی خارج خط محدوده ساختمونی میسازه خلافه. خب اگه بود چی؟ شما جاشو بفرمایید. دقیقاً قطعاً و یقیناً جلوگیری میشه. این نماد محدوده 1800 متر در منطقه در شمال تهران که دیگه نباید از این بالاتر ساخته بشه، اونا هم ساختمون هایی هستن که در حال ساختن یا ساخته شدن. میگم مهندس فکر میکنی اون آخرین ساختمون چند متر خارج از محدوده است؟ صالحی مرام معاون صنایع دستی به خودروسازان پیشنهاد کرده که برای تزیینات داخلی خودروها از هنر رشتی دوزی استفاده کنند. گفته تقریبا 30,000 تومان هم در میاد. هنرمندان این رشته اعتراض کردند که شأن و جایگاه این هنر رو با این قیمتا پایین نیارید لطفاً. ضمناً آقای صالحی مرام، ماشین خودتو حاضری با هنر رشتی دوزی تزیین کنی؟ هر چیزی جایی داره دیگه عزیز من. توی یه کنفرانس بین المللی تصویر بردار میبینه سوژه خوب با کادر دوربینش تنظیم نیست. احتمالاً فکر کرده کارگردانه، این بابا هم بازیگره. کلیت صدا و سیما چرا در صدا و سیما به توصیه های فرهنگستان ادب عمل نمی کنن؟ با مدیران صدا و سیما که صحبت میکنم همه تصدیق میکنن حرفای منو، اما عملم نمیشه. دکتر جون شما دیگه چرا گله میکنی؟ تو سازمان ما هم مثل خیلی جاهای دیگه همه به حرفای خوب با دقت گوش میدن، تصدیقم میکنن، اما عمل نمیکنن. حضور ایران این هفته در اجلاس شانگهای قوی و قابل قبول بود. پرچم چیز اشتباه است. اما نمیدونیم این تشریفات ریاست جمهوری که معمولاً چند روز زودتر به این جور نشست ها میره، اونجا مشغول چه کاری بود که پرچم ایران باز هم اینجوری در اومد؟ اصلاً معلومه تو این تشریفات چه خبره؟ خواهید دید که گروه 5 به علاوه 1 و نظام جمهوری اسلامی به تفاهم‌های خیلی خوبی رسیدن. دکتر نکنه به فکر پیوستن به صف فعلا 40 نفره رجال سیاسی مذهبی هستی؟ بازار کار بسیار زیادی در کشور فعال خواهد شد. وارد شدن به مسائل ماورایی و پیشبینی و اینجور چیزا معمولا نزدیک انتخابات مد میشه ها. میگم میخوای جهت اطلاع پارتی بازی کنه پشت هم بیای تو برنامه‌های تلویزیونی چهرت بهتر یاد مردم بمونه. رویا براتون نمیگم، دارم میگم سال آینده. مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان گلستان با حفظ سمت به سلامتی گذاشتند سرپرست کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی. خب نمی‌شد یه نفر همینجا سرپرست بذاره امور جاری رو راه بندازه؟ ما بعد از نهاد پرسید. اداره همزمان چند تا کتابخونه که چیزی نیست. جناب نیکزاد که در آن واحد دو تا وزارتخونه را اداره میکرد این هفته یه وزارت دیگه هم تحویل گرفت. جالبه که این وزیر پرکار تا شب قبلش هم خبر نداشت که قراره یه وزارتخونه دیگه هم بهش بدن. شاید شنیده باشید که هیئت دولت قراره کلن بشه 8 یا 9 نفر. راست و دروغش هم با راوی.